گزارش های خبری از حمله به یک پایگاه نظامی سوریه حکایت دارد که در جریان آن چند نظامی جمهوری اسلامی ایران در این پایگاه کشته شدند. این خبر با گزارش های همراه شده که سوریه و روسیه درباره حمله به این پایگاه موسوم به تیر چهار منتشر کردند. جزئیات بیشتر را مهدی آرامی شرح می دهد. سوریه و روسیه میگویند دو جنگنده هوایی اسرائیل پایگاه هوایی سوریه در استان هومس موسوم به T-14 را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی سوریه تصاویری را نشان داد که میگوید از این حمله گرفته شده است. ارتش اسرائیل اظهار نظری نکرده است. اسرائیل دو ماه قبل درون جمهوری اسلامی ایران را که از این پایگاه وارد حریم اسرائیل شده بود ردیابی و منهدم کرده بود. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا 14 نفر از جمله چند تن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در این پایگاه کشته شدند. سوریه ابتدا آمریکا و فرانسه را مسئول حمله معرفی کرده بود. واشنگتن و پاریس بلافاصله این ادعا را رد کردند. به گفته کریستوفر شروود سخنگوی پنتاگون آمریکا فعلا برنامه‌ای برای حمله نظامی ندارد اما از نزدیک مراقب اوضاع است. پیشتر پرزیدنت ترامپ ضمن اخطار به عاملان حمله شیمیایی که بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد روسیه و جمهوری اسلامی ایران را برای حمایت مستمر و بیدریغ از رژیم اسد که او را حیوان نامید مسئول دانسته بود. توماس باست مشاور امنیت داخلی آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفت پرزیدنت ترامپ همه گزینه‌ها را در نظر می‌گیرد. این موضوع فقط نگرانی آمریکا نیست، نگرانی تمامی کشورها و مردم سراسر جهان از زمان جنگ جهانی دوم بدین طرف است که توافق کردند استفاده از سلاح‌های شیمیایی غیر قابل قبول است. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت پرزیدنت ترامپ و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در مکالمه تلفنی ضمن تقویه حمله شیمیایی در سوریه دولت اسد را برای این حمله مرگبار مقصر شمردند. به گفته کاخ سفید رهبران دو کشور همچنین بر تبادل اطلاعات درباره این حمله و هماهنگی برای نشان دادن واکنشی قاطع تاکید گذاشتند. مخالفان اسد میگویند ارتش سوریه شهر دوما را هدف بمب‌های بشکه‌ای قرار داد که حاوی گاز کلورین بودند. تصاویر منتشر شده از دوما کودکانی را نشان می‌دهد که از مسمومیت ناشی از استشمام گاز کلورین در حال خفگی بودند. شاهدان میگویند بیماران بوی گاز کلورین می‌دادند و پوست برخی از آنها آبی شده بود که نشانه کمبود اکسیژن است. مهدی آرامی، صدای آمریکا.